صدای آبادی. سلام شنونده های عزیز برنامه صدای آبادی. اگر حق میراث به زنان بیوه داده نشود، آنها در زندگی دچار چی مشکلات می شوند؟ وقت که خانی پدرم رفتم در اوجا کس نبود، زن بیدرم هم امرای مسایی برخورد نکد. بعد از مرگ برادرم دیگه ما هم تو بستر نوشت ماندم، دیگه ما مجبور شدیم که دست به گدایی کنیم. چرا تعداد مردم برای زنان بیوه خود حق میراث نمی دهند؟ زنان بیوه چطور می توانند حق میراث خود را بگیرند؟ و دادن حق میراث به زنان بیوه چی فایده دارد؟ برنامه این هفته صدای آبادی به این موضوع اختصاص یافته که من میراق اعتبار برایتان تقدیم می کنم. قبل از اسلام و در دوره جاهلیت زنان از تمام حقوق به خصوص میراث محروم بودند. زمانی که دین مقدس اسلام توسعه یافت و مردم به دین اسلام رو آوردند، به این مشکل نقطه پایان گذاشتند و زنان از همه حقوق خود برخوردار شدند. چنانچه علما میگویند در اصل زنان بیوه دو حق میراث میگیرند، یکی از خانه پدر و دیگری از خانه شوهر. ادعیه از مردم در افغانستان برای زنان بیوه حق میراث میدهند، اما بعضی ها از دادن حق میراث به زنان بیوه خودداری میکنند. ای که ندادن حق میراث به زنان بیوه سبب چی مشکلات میشود از چند تن در این مورد میشنویم. وقت که بیوه شدم خسر خیلی مرا به خانه پدرم نامدن، گفتن که شرم هستن، یعنی ما رواج نداریم و ما بیوه خودم در خانه خود نگاه میکنیم. اولادایم خرد بودن، ما خیلی با مشکلات او را کلان ساختم و نمیتونستم که همو کالا چیزای زور پیدا کنم. وقتی که شوهرم فوت کردن، یه بار مرا به یک خانه تر روان کردن که اونجا خیلی خانه و تاکاتر بودن. ما به مرض روماتیسم مبتلا شدم و هیچ نمیتونستم که این بیسه دوای خود پیدا کنم. وقتی که ای بارم برم دوا میگرفتن، زنهایشان امرایشان جنگ میکردن و نمی ماندن که بر ما دوا بگیره. وقت که خانی پدرم رفتم در اوجا کس نبود، زن بیدرم هم امرای مسایی برخورد نکد، گفت که تو در این خانه اقدار نیستی و باز اقتصاد خود ما مسایی نیست دیگه. بعد از مرگ برادرم دیگه ما هم تو بستر نوشت ماندم، سن ما هم کلان شده بود، کس نبود که مارسی کن. وقتی که رفتم خانی خسر رو برام نداد، گفت تو اقدار نیستی دیگه، ما مجبور شدیم که دست به گدایی کنیم. یعنی بسیار دیر وقت میشه که ما بیوه شدیم. ما بسیار به مشکلات اولادای خود کلان کردیم، بسیار احتیاجی رو دیدیم. ما یه چیزی ندارم، پیسام داشتن، مالم داشتن، حق میراث ما را نداره، هیچ چیزی. خالی ما کردن که ما بچه خدا گور کفن شکدن. شنونده های عزیز، شنیدیم که زنان بیوه به نسبت ندادن حق میراثشان دچار مشکلات فراوان شده بودند. عبدالصمد مشتاق، جامعه‌شناس، با تایید حرفای مردم به چند موضوع دیگر هم اشاره می کند. بسیاری از زنانی که به یک نحو مسئولیت زندگی به دوش خودشان میافتند، شوهرانشان از دست میدن، خودشان مسئول است که باید هزینه زندگیش را تامین بکنن، اینا اگر از حقوق میراثیشان برخوردار نشوند، قطعا که از این لحاظ میتونن اینا شدیداً دچار مشکل شوند. زنانی که وقتی دچار مشکلات اقتصادی شوند و نتوانن از میراثشان مستفید شوند، اینا ممکن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیرند. و از همه مهمتر این که زنان وقتی از حقوق حقه خودشان مستفید نشوند، اینا همیشه از نظر اقتصادی بار دوش مردان میباشند. وقتی که از نظر اقتصادی خانم مثلا در چنین جامعه دچار مشکل شوند، اینا نمیتوانن که زندگیشان موفق خانه بچرخانن، اطفالشان را مثلا تربیت بکنن. زنان بیوه که حق میراث برایشان داده نشده بود، آنها در زندگی دچار مشکلات زیادی بودند. چون نداشتن پول به خاطر تداوی، بدور ماندن اطفالشان از درس و تعلیم و حتی عده ای از زنان بیوه مجبور شدند دست به گدایی دراز کنند. حال میخواییم بدانیم که علت این مشکلات کدام ها اند. خسر خیلی ما گفت هیچ شما حق ندارین، ای بر ما شرم است، ننگ هستن. حق دادن بر طبقه اوناس و شرم و ننگ میدانه. از گپهای مردم میترسیدن، از او خاطر حق ما را نمیدادن. دلتا چیز که یا از دین نخبر هستن، معلومات کافی ندارن، خبر ندارن که میراث چقدر کی داده میشه و کی نمیشه داده، مقصد نخبر هستن. زن بیوه از خاطر نمیخواد که در خانه شاید به مقابل ما دیگه کس یعنی خدمه برخورد خود باز نمیشه، ما جای شیشتن ما اینجا تنگ میشه سر ما. سر ما مقصد اینجا مردم زیاد اعتراض میکنن، از هر طرف باز فشار زیاد میشه. به این خاطر
زمانی که عروسی کردم سنم خرد بود، 2 سال با شوهرم زندگی کردم. شوهرم که فوت کرد، از شوهرم 2 دختر یتیم برام مانده بود و حق میراث به من ندادن. مثل فامیل پدرم چیزی نداشت که به من بتن و من از مجبوریت به زور به یوارم نکاح کردن. با خاطر غپای مردم چون سنم خرد بود نکاح کردم، مجبور شدم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه صدای آبادی هستید که در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده است. اگر در مورد برنامه‌های تعلیمی ما نظر و یا پیشنهاد دارید، با شماره تلفن 020-240-5101 به طور مستقیم با همکاران ما به تماس شوید. شنیدیم که ندادن حق میراث به زنان بیوه علت‌های مختلف داشت، چون بیخبری از احکام اسلام، ضعیف بودن اقتصاد خانواده‌ای شوهر، حرف‌های پوچ مردم، ننگ و شرم دانستن حق میراث به زنان بیوه عنوان شد. حال می‌خواهیم بدانیم که زنان بیوه چطور می‌توانند حق میراث خود را بگیرند و اگر برای زنان بیوه حق میراث داده شود چی فایده دارد. وقتی که شوهرم فوت کرد رفتم خانه پدرم. خانه پدرم هم هیچ چیز نداشت. مجبور شدم که حق میراثم از خانه شوهرم بخوایم. اونا این کار میکردن نمیدادن. مجبور شدم بزرگا و فامیل خدا ببرم پیششون. بازم این کار کردن با حق میراثم ندادن. مجبور شدم که از بزرگا اقرام و ملاک و وقت بخوایم. اونا کتم رفتن و از برکت اونا بود که حق میراث بر ما دادن و اونا مو از اون برکت میراث است که امروز اولادایم سرپناه داره و یک لقمه روزی حلال برشان پیدا کنه. کلانای قوم که هست میشینیم و از مولی صاحب مسجد هم خطیب ما است و اون کتم هست. فامیل والا را میاره و طرف قصر کوچشان میاره. مولی صاحب خو نگاه شریعت برش یقینات میته که ما شما قرآن و حدیث و فقهی داریم. 15 روز پیش میتر یک قصه آمده بود. باز زنگ زده مولی صاحب آمد و ششتم خانواله را قبول نمیکد، میراث نمیداد. باز مولی صاحب و عیسی پدر ما قینات برش داد. در شریعت که اینی قرآن و حدیث و فقه میگه که اینی حقش است از بیوه. باز قینات کرد. خسر خیلی مردم بسیار خوب بودن، بر ما در میراث یک خانه داد و گفتن که امی خانه از تو باشه و ما فعلا امرای اولادایم در خانه پدرم زندگی میکنم و خانه را بکرا دادم، کرای خانه را میگیرم و ضروریات اطفال خود را پورا میکنم. و خسر خیلی به ما گفتن که امی سرپناه اولادت باشه و فعلا به امو زندگی خود پیش میبرم. مولوی عبدالقیوم حنفی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل از نظر دین اسلام به دادن حق میراث زنان بیوه پرداخته که با آن گوش می دهیم. پروردگار عالم جل جلاله حق بیوه یا در مجموع حق تمام زنان را ثابت کرده، چنانچه در آیت 7 سوره نساء می فرماید که بر زنان نصیبه یا قسمت است از آنچه مال باقی مانده از پدران، شوهران یا خیشاوندان که شوهر هم جز خیشاوندان محسوب می شود، ولو مال کم باشد یا زیاد. پروردگار عالم جل جلاله می فرماید که ما برایشان یک حصه معلوم را مشخص ساختیم. پروردگار عالم جل جلاله در این آیت مبارک همان حصه مشخص را نشان نداده، به خاطر ای که مردم با این موضوع الفت بگیرند. سپس الله جل جلاله در آیت بعدی حصه یا قسمت زن را معلوم کرده. وقت زن بیوه شود و چیزی از شوهرش به نام مال باقی بماند، پس از 4 چیز که مربوط تکفین، تجهیز، ترکه، میراث و این میباشد، باید از مال شوهر تامین شود. اگر مال از شوهر باقی بماند و حقش برایش داده نشود، زن بیوه اول باید به مردم و بزرگان قریه بگوید. باز اگر موضوع حل نشد، باید موضوع را به اجتماع راجع کنه. در اجتماع به بزرگان و علما بگویند. اگر سخن علما، بزرگان و مردم هم پذیرفته نشد و میراث زن برایش داده نشد، در این صورت باید به محاکم مراجعه کنه. زمانی که عریضه کردند، محکمه 2 تن شاهد از زن میخواهد تا آنان بیایند و در محکمه شاهدی ادا کنند که این زن، زن مرد وفات شده است. پس از این محکمه یک اطلاعیه میدهد. اگر این فرد توسط اطلاعیه حاضر شد چه خوب، اگر نشد در قدم دوم جلب به وی فرستاده می شود و اگر باز هم حاضر به محکمه نشد جلب سیار داده می شود و زمانی که مدعی و مدعی علیه هر دو به محکمه حاضر شدند و طرف قبول کرد که حق میراث زن را می دهد، محکمه هم اجازه می دهند
و اگر نشد باز محکمه دو مرتبه ترغیب صلح می دهند و اگر باز هم قبول نمی کرد زمانی که صورت دعوای زن بیوه ارجاع شود باز امر به دفع به مدعی علیه راجع می شود که شما چی دفع دارید که یعنی میراثش را نمی دهید. زمانی که دفع نوشته شود باز محکمه روی او فیصله شرعی می کند و حق شرعی زن را به او واگذار می کند. محکمه به دیوان شرعی فیصله کرد و مظلوم حق را اخذی. چنانچه در لابلای برنامه گفته شد، کسانی که برای زنان بیوه حق میراث نداده بودند، چون این زنان در زندگی خود دچار مشکلات زیادی بودند. از جمله نداشتن پول به خاطر تداوی و همچنان اطفالشان به دلیل اقتصاد خراب از درس و تعلیم به دور ماندند. علت ندادن حق میراث به زنان بیوه مختلف بیان شد. نداشتن آگاهی در مورد حق میراث، ضعیف بودن اقتصاد خانواده شوهر و تنهایی مردم. اما همه مردم چنین نیستند. آنها به زن بیوه خانواده خود احترام داشتند و زمانی که زن بیوهشان نخواسته بودند با خانواده خسار زندگی کنند، دادن حق میراث را یکی از وظایف ایمانی و وجدانی خود دانستند و در وقت معین برایشان پرداختند. علمای دین هم میراث را حق مسلم زنان بیوه می دانند. در صورتی که عده‌ای از زنان بیوه از حق میراث خود به دلایل مختلف محروم می شوند، آنها می توانند با کمک بزرگان خانواده و به ادارات مربوطه موضوع را شریک ساخته تا بتوانند حق میراث خود را بگیرند. شنونده های عزیز، برنامه صدای آبادی را که شنیدید همکار ما سپوشمه احمدزی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود. اگر می خواهید تمام برنامه های تعلیمی ما را هم بخوانید و هم بشنوید، به صفحه اینترنتی تجلان.اف سر بزنید.